سلام به همه دوستان عزیز من، امیدوارم که صبح و شب و بعد از ظهر هر کجا که هستین خوبی دارین و اینکه در این ماه جدید و در این روزهایی که ما در حال حاضر درش هستیم حسابی همتون نقشه هاتون رو کشیدین، برنامه هاتون رو ریختین، هدف هاتون رو گذاشتین، زندگی آیندهتون رو تصور کردین و هر روز دارین روی اون کار میکنین. همه و همه تونم در گروه خانواده روحی تلگرام سودابه من هستین و برای کسایی هم که نیستین حتما حتما اونجا عضو بشین که به صورت رایگان بتونین شما در اونجا مدیتیشن و حضور در لحظه و درس ها و تمرین روزانه رو داشته باشین. و اینکه کلن این داستان، مری میخوای با من جوین بشی؟ مری من اکسپت کردم ریکوست تو، ببینم میای بالا یا نمیای بیرون. لینکو بفرستیم. عشقم من دیروزم گفتم به خاطر این ما اینستاگرام دوست نداره که چیز دیگه ای تبلیغ بشه، نمیتونیم لینکو اونجا بذاریم، ولی کاری که میتونیم بکنیم این هستش که به شما شماره تلفن میدن که از اون طریق لینک کانال روحی رو بگیریم. مریم جان سلام، کجایی از سلام خوبی جان؟ خوبی؟ من عالیم، بگو. خودش سودی جان، من یه سوال داشتم ازتون. من وقتی یه هدفی مثلا تو زندگیم دارم که میخوام بهش برسم، یه لحظه مثلا یه اتفاقی میفته، یه خبری میاد در مورد اون هدفم که مثلا خبر بدیه، خیلی زود کم میارم، خیلی زود پس میکشم، مثلا میبینی چند روز دیگه به اون هدفم فکر نمی کنم، در موردش کار نمی کنم. از کجا هستی عزیزم؟ مرس. بله؟ از کجا هستی؟ از کجا؟ من از آذربایجان شرقی، تبریز. تبریز. از تبریز هست. پس اینی که ما داریم درخت رو میبینیم، خودت خواستی که ما درخت رو ببینیم، درسته؟ بله 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 بله، درست. خیلی. اگر که تو داری برنامه های من رو دنبال میکنی، من گفتم که ما انسان ها هممون در 4 تا اپ هستیم. اون 4 تا اپ چیه؟ من تازه تو پیجتون عضو شدم، زیاد نگاه نکردم، فقط از یکی از دوستام که باهاتون لایو مشترک گذاشته بودن خیلی تعریف شنیدم که جواب گرفته بودن، گفتم ازتون بپرسم. اوکی. 4 تا اپ کلی ما عشق به خوده یا عدم اینا رو بعد تکرار کنی یا قشنگ حواستو جمع. چشم. عشق به خوده یا عدم عشق به خوده، لیاقت داشتن یا لیاقت نداشتن، کافی بودن یا کافی نبودن، ارزشمند بودن یا عدم ارزشمند بودن. شما در این 4 تا اپ تا حالا کجا هستید؟ من احساس میکنم اون لیاقت داشتن و عدم لیاقت، احساس میکنم اون عدم لیاقت تو من. آه. که من احساس میکنم لیاقت ندارم. عشق به خودت چنده؟ اگر 0 کمترینه و 100 بیشترین؟ 50. اوکی. لیاقت داشتن 0 کمترین، 100 بیشترین؟ 30. کافی بودن 0 کمترین، 100 بیشترین؟ 50. 60. نه 60. اوکی. پس هر شماره ای که در اینجا داره تو این قسمت داری به خودت میدی، حالا طبق این شماره ها به من بگو ببینم که این عملی که کارها رو شروع میکنی و به اتمام نمیرسه و یا اصلا شروع میکنه اون وسطش اصلا اینترست تو از دست میدی، اصلا نمیخوای اونو، اینها همشون مگه از خود تخریبی نمیاد؟ بله درسته. از خود تخریبی شما داره از
عدم عشق به خود، عدم لیاقت داشتن، عدم ارزشمند بودن و کافی نبودن داره میاد. درست. حالا بچه‌ها خوب قبول دارم. باید بیشتر به اول خودم و به عشق به خودم و ثابت کنم به خودم، بیشتر خودم رو دوست داشته باشم، اون هدفی که تو ذهنم دارم برای خودم به خودم بگم که لایقشم که به اون هدف برسم، قبولش کنم این لایق بودن و کافی بودن و. اوکی. خب یکی از لیلا میگه من در تمام کارهام فقط یه هفته جدی هستم، بعدش کلا فراموش میشه. جوابتو دادم لیلا جون. پس همه ما باید اون 4 تا اپ رو نگاه کنیم و ببینیم در اون 4 تا اپ ما کجا هستیم. حالا قسمت بعدیش اینه که من اینو خیلی ساده کردم. خب یعنی هم میگم دو بخش انسانیمون رو میدونید چیه؟ طرف راست و سمت چپ. بودر چند تا از برنامه های من روی یوتیوب نگاه کردی؟ من فکر کنم یکیشو نگاه کردم. پس برو بیرون، من اصلا با تو حرفی ندارم. به من بگو ببینم توی وبینار الانم هستی؟ نه نه نه. اونجا چرا نیستی؟ به خاطر هزینه هاش. تو هزینه‌اش چنده برای ایران؟ میگفتن 2.5 میلیون میشه فکر کنم. بعد اون وقت جلسه ای هم میتونی پرداخت کنی نه؟ بله درست. تو کار چیه؟ شغل چیه؟ من روانشناسی رو لیسانس گرفتم، الان دارم به ارشد میخونم، فعلا کاری نمی کنم. اوکی. پس فعلا خرجه فقط. بله. اوکی متوجه شدم. اوکی. پس ببین اگر تو بخوای واقعا روی خودت سرمایه گذاری کنی، چون ما قیمتی نذاشتیم که هر کسی بتونه بیاد. خب بنابراین مطمئنم که تو اگه میخوای بخوای واقعا اونجا باشی هستی. اگه تو بخوای واقعا اونجا باشی، از قهوه صبحت میزنی، از نمیدونم لباس خریدنت میزنی، بالاخره میتونی. نمیتونی؟ نه درسته میتونم. اوکی. پس جدی نیستی راجع به این که بخوای به جایی برسی. بعدش هم که رو حالا اون کارم که نخوای بکنی، 1000 تا برنامه روی یوتیوب هست. همین خود تخریبی رو من برنامه دارم راجبش، عشق، عدم عشق به خود رو برنامه دارم روی یوتیوب. و بعد اینکه این وبینار الان شماها 4 ماه با منی، یعنی اون زمانی که تو حضوری با من هستی خیلی فرق میکنه تا حتی زمانی که میری برنامه رو از روی یوتیوب نگاه میکنی. درسته؟ درسته. خیلی پس برو دنبال زندگی تا بعد. مرسی، ممنون لطف کردین. خدافز. حالا بچه ها من اینو خیلی سادش کردم و اون اینه که اون دو بخش انسانیمون که سمت راست ذهن و منیته، محشاد میگه منو بیار بالا. بیا الان من برات ریکوست تو قبول کردم، بیا بالا عزیز من. دو بخش من، سمت راست ذهن و منیت، سمت چپ چه؟ سمت چپ قلب و روحه. پس در طول روز من میخوام همش متوجه باشم که کدوم طرف و کدوم بخش فعاله. اگر که من خودم رو دوست ندارم و خود تخریبی دارم، ذهن و منیت فعاله. اگر که از قلب و روح میام، من در پذیرش کاملم، کارامو شروع میکنم، به راحتی انجام میدم، زندگیم نظم و ترتیب داره، سبک و چیز هستم. خب پس شما باید ببینین که شماها از کدوم بردارین. یعنی بچه ها صبح که از خواب بیدار میشین، دختر خوب نتونستی جوین بشی. من میدونم که الان اگه از ایران هستی تعجب کردم این دخترمونم اومد گفت از آذربایجان. میدونم که الان اینترنتتون خیلی ضعیفه، برای همین هستش که شاید مشکل داشته باشین.
راجب فرشته های کوچولو بگم. اوکی، راجب فرشته ها. بچه ما کلی فرشته داریم که هر کدومشون یه چیز و یه معنی و یه چیزی رو رپرزنت میکنن. خب دوتایی که خیلی ما بهشون بیشتر باهاشون کار داریم، یکی فرشته میکائله، به خاطر اینکه عزیزم من میخوام تو رو بیارمت بالا، ولی وقتی که میزنم go join live with نمیای بالا، نمیدونم اینترنت ضعیفه چی میشه. خب فرشته میکائیل بر دو تا نقش خیلی اصلیش اینه که یکی اینکه از ما محافظت میکنه، یعنی شما صبح که از خونه میرین بیرون یا صبح که چشمتون رو باز میکنین از اون درخواست میکنین که با شما باشه و خودتون رو میسپرین دست اون، که اون از خطر رو نمیدونم این چیزا شما رو میکشه کنار. یکی دیگه فرشته اریله، که اریل برای هیلینگه، برای شفا دادنه، و اونو شما روزانه میتونین ازش کمک بگیرین برای شفاتون، اگر مریضی دارین، بیماری دارین، مشکلی دارین. نت خیلی خوبه؟ اگه نت خیلی خوبه پس چرا الان بچه ها گفتن مشکل دارن با چیز؟ دکتر جان، آها الان تو ریکوست فرستادی، ببینم میتونی بیای بالا. آره اینجا مایکل یکی دیگه از کارهایی که میکنه اون جدا کردن بند نافه. سلام دختر خوب. سلام، خوبی عزیزم؟ تو از کجایی؟ من آلمانم سودی جان. از آلمان هستی؟ بله. از خودت بگو چی کاره ای، چی کار میکنی، چی کار نمیکنی؟ عاشق سودی جونم، عشق میبرزم به جهان هستی. آفرین. و انرژی مثبت. خب کارت چیه، شغلت چیه؟ من هوافضا خوندم شیراز، ولی اینجا فعلا دارم زبان میخونم. زبان آلمانی؟ آره. چند وقت اونجایی؟ تقریبا 4 سال. 4 سالی داری زبان آلمانی میخونی؟ خب به صورت حرفه‌ای میخوام یاد بگیرم، نه که فقط برای تحصیلات. آها، خب سوالت از من چیه؟ سوالم اینه که کارهای نیمه تموم، یعنی چیزایی که تو ایران به نظر خودم نیمه تمومه، چجور میتونم باهاشون خداحافظی کنم؟ چون خوشحالم با زندگیم و همه چی رو قبول میکنم، یعنی هرچی پیش آید مال منه، انتخاب منه و اوکیه. فقط مثلا شاید کارهایی که تو ایران دوست دارم مثلا بهشون فکر نکنم، قوی تر بشم و فراموش کنم. شاید مثلا یه دونه کار یا دو تا کار، مثلا پدرم فوت شدن من اونجا نبودم، مثلا دوست دارم خودم رو کامل ببخشم. احساس میکنم بعضی وقتا نمیتونم خودم رو کامل ببخشم، یعنی بعض داستانا سودی جون هی برام تکرار میشه، و چون از شما یاد گرفتم وقتی یه چیزی چند بار تکرار میشه یعنی من اونو درسمو نگرفتم، به خاطر همین دوست ندارم. دوست دارم دیگه فقط تمرکزم رو این هدف جدیدم باشه. اون وقت پدرتو مرده، چه ربطی به بخشت تو داره؟ کجاست که خودتو نمیتونی ببخشی؟ خب جوری بود که من چند سال ارتباط نداشتم با خانوادم، بعد مثلا عزیز دردونه بابا بودم، بعد احساس میکنم چون از من بی خبر بود مریض شد، و بعدش هم یک هفته بعد از شنیدن صدای من عمرش رو داد به شما. چه منیت گنده ای. بشکنه سودی جون. یعنی جهان هستی فقط سر این بوده که تو به این پدر زنگ میزنی یا نمیزنی، وقتی هم که زدی انقدر از صدای تو بدش اومده که خود دست به خود کشی زده، گفته ای خدا منو ببر. چقدر صدای این دختر بد. این بازی ها چیه دختر خوب؟ چه
چون برای منم همین اتفاق افتاد. مامانم هم گفت بیا ایران ببینمت، هم گفتم میام امروز فردا، پاسپورت ایرانی ندارم، باید پاسپورت ایرانیمو بگیرم، ال بس سرم شلوغ کار دارم. یه دفعه دنگ مامانم مار. خب چه ربطی به من داره؟ اتفاقا شما به خوابم اومدین و من خیلی اصلا خودمو نمیبخشیدم، جوری بود مثلا حالت توی خواب مردن، دیگه نفس نکشیدم چندین بار بهم دست داد، بعد شما رو تو خواب دیدم و بعد از اون دیگه مثلا چیز کردم، نه که فراموش کردم، ولی مثلا یه جور شد که تونستم به زندگی عادی برگردم. یعنی واقعا مریض شده بودم، ولی خب میگم چون که الان تقریبا بیشتر از 18 سال من شما رو میشناسم، از وقتی خیلی مثلا چیز بودم، کوچیک بودم یا تازه ازدواج کرده بودم تا الان، ولی همیشه خب مثلا حرفاتون تو ذهنم بود، ولی آدم نمیتونه هر چیزی رو که بلده انجام بده، منیت نمیذاره. ولی خب من احساس میکنم اگه بتونم اینو رد کنم یه جهش بزرگ میتونم داشته باشم، دوست دارم رها باشم. یکی اینجا نوشته اسم این خانم چیه که اومده بالا که من بتونم کمکش کنم. یعنی من نمیتونم به تو کمک کنم. این من سودی جون سودی مثل خدای منه، یعنی نه به دروغ نه به اقرا، سودی مثل خدای من. یعنی اگه سودی نبود شاید اصلا الان که من خودم هیچی نیستم، ولی شاید خیلی اوزام داغون و خراب بود، ولی حرفای شما مثلا همین یه کوچولو شد که مثلا یه دونه نصف از اون حرفا رو، یعنی جوریه که سیدی رو که میذارم، نه که مثلا حرفاتون رو دوست ندارم، یعنی انقدر این فریکانس به قلبم و روحم یکسانه که تنها با این صدا میتونم مثلا به عمیق بخوابم، چون به انرژی احتیاج دارم و فقط صدای سودجون میتونه منو به اون آرامش برسونه. یعنی فرکانس قلب و روح هم با این صدا یکیه، مثل شمن من سودی جون. هیچ کس دیگه، حتی پدر و مادرم نتونستم مثل سودی جون باشم برای من. مرسی عشق من. حالا تو در چه مرحله و بودی هستی که میخوای خودت هم از من کات کنی و اصلا منم خدای تو نباشم و تو این راه داریم میریم دیگه؟ نه من نمیدونم از لحاظ مرحله چجوریم، ولی قبلا بیش از حدی که الان هستم زود رنج بودم. یعنی ایگو، نمیدونم الان که شما میگید مثلا حتی دوست، مثلا میگم بابام خیلی دوستم داشته، بازم ایگو حساب میشه؟ یعنی مثلا وابستگی بیش از حد، مهرطلبی بیش از حد و همه چیا، مثلا هیچ چیز من بالانس نداشت، هیچ چیز من بالانس نداشت. یعنی همه چی یا 100% خوب یا 100% بد. بعد یا مثلا کلا خودم رو قرنطینه میکنم، ولی تا کنتاکت برقرار میکنم سری با یه حرف ناراحت میشم، باز میرم توی قرنطینه خودم. دوست دارم یه جوری مثلا از این حالت در بیام، دیگه این داستانا هی تکرار نشه، اینو رد کنم. خب میشنوم، با من بمونش کن. با من بمون. ببین عزیز دل من، من اولین قسمت اینه که چون یکم پرسید گفت خودکشی کردن، نه بابا داشتم شوخی میکردم. ببین نه پدر تو کلام تو شکر بیماری کلیوی شاید 18 سال داشتن، ولی خب کلیه از نبخشیدنه، کلیه مریضی، کلیه از اینکه آدم خودشو نمیبخشه. ایشون احساس میکنم یه مسئولیت رو نسبت به ما که فرزندانش بودیم شاید انجام نداده بود، و من این احساس میکنم که مثلا من مزید بر علت شدم بیخبری. این مثلا فکر شاید اشتباه من بود. این همین خود تخریبیه دیگه. ببین مثلا ما همه میگیم ما به خدا باور داریم، درسته؟ وقتی من میگم شماها باور ندارین، فکر میکنین یا اعتقادتون قوی نیست، همینه. یعنی من مثلا شاید 10 سال به مامانم هم میگفتش که بیا ببینمت، میگفتم باشه میام، ولی مشغول کارم بودم نرفتم. خب حالا یه دفعه مامان من مرده، درسته؟ خدا رحمتشون کنه. اصلا چه ربطی داره به این قضیه که من برم تو حس گناهه؟ که ببین به محضی که من مامانم مرد، روحش پیش من بود که من حتی برای تشییع جنازه‌ام به ایران نیومدم. یعنی خواهر برادرای من که ایزن، چون من بچه آخرم، تازه اینا همه سناشون خیلی هم من بالاتر،
هزار میدونم پاشو بیا. آخه مگه میشه تو نگفتم نه شما یه سری به خواهر برادر خودم گفتم شما یه سری آدمای خودخواهین که نمیخوان رو احساسای خودتون کار کنین، منم میخوام بکشین اونجایی میخوام بشینین برای من گریه زاری بکنین، من حوصله این بازی رو ندارم نمیام. و مامانم الان خودش روحش اومده پیش من، برچی من پاشم بیام ایران که شما بخواین یه جسم و یه لباس رو میخواین زیر خاکش بکنین، نرفتم. میفهمید چی میگم؟ ولی ذهنی که وقتی تو درگیر ذهن و منیتی دائما برات داستان درست میکنه دیگه، وای من این همه سال حالا که من زنگ زدم و حتما بابا باور داشتن یعنی این که زندگی دست ما نیست. ما یه موقعی میام هیچیش هم دست ما نیست، یه روزی هم میره. من و تو که برای اون تصمیم نمیگیریم. یه بابایی که به قول خودت 10 سال 18 سال داشته زجر میکشیده، حالا یه روز رفته عوضی که تو بیای خوشحال باشی که وای بالاخره راحت شد از این سنگینی، اینجوری از هم دلخور نشدن. نه ببین، من بچه آخر خانواده هم با خواهر آخرم هم 10 سال اختلاف سنی دارم. یه جورایی مثل مامانتون هستن خواهر بزرگ. آره چون موقع خواهر برادرای من وقتی میمدن مدرسه مثلا اگه مدیر و ناظم نمیشناسنشون فهم کنن اینا مثلا پدر مادر منن. ولی با اینکه من بچه آخر بودم و اینقدر از اینا سنم کمتر بود، جرأت این که اینا یه حرفی به من بزنن رو نداشتم. الان هم اگر با هر کدومشون صحبت میکنم خیلی سفت و محکم که اصلا چیزی که مثلا میمونم که مثلا الان میبینم دوروبرم مثلا دختر خواهر 40 سالش شده 48 سالشه ولی مامانم اینو گفته، وای اگه برادرم بفهم. اصلا من نمیفهمم شما تو چه دنیایی هستی. مثلا یارو 45 سالش هنو براش مهمه که برادره چی میگه یا نظر مامانش چیه. میدونی چی میگم؟ مهرطلبیه سودی جون، مهرطلبی. تو ایرانیا به خاطر که بند ناف عاطفی رو مادر پاره نمی کنه. من خودم 2 تا پسر دارم، دوتاشون مستقل و یعنی نه که خشن، مستقل و این که بدون منم مامان شادین و بدون من میتونید زندگی کنید. در مورد بابام خودم همینو میگم، ایمان و باور قلبیم همینه. اما یک دفعه باز دوباره این بر میگره، فلشبک میزنه به این که آره شاید تو باید این کارو میکردی. آره بذار جواب، فکر میکنم این مهدویس همونه که میخواست شما اسم تو رو میخواست بهت کمک بکنه. من ونسا، اسمم ونساست. آره ولی میگم این مهدویس فهم کنم همونه که به تو گفت اسمش چیه به من بهش کمک کنم. الان سوالی که نوشته، اگه خدایی هست چرا جلوی هولوکاست رو نگرفت و گذاشت این اتفاق بیفته با اینکه قربانیاش این همه دعا کردن نجاتشون بده ولی خدا کاری نکرد. دختر خوب اولین قسمت. اگه اجازه داشته باشم راجب خدا اعتقادات شدید مثلا زیاد و عمیقی از مثلا بچگی داشتم و الان به این نتیجه رسیدم که همه ما روح واحدیم، پیکره واحدیم، هر کس میتونه خدای خودش باشه به اون اسمی که میکشد آتیشت میزنه تیک پارت میکنه و چه میدونم یا بهت حوری بهشتی میده. تو ذهن من نیست، خدا سودی، خدا میتونم من باشم، خدا انرژی مثبت باشه و کائنات و طبیعت. برای من یه درخت، یه گلم میتونه خدام باشه در لحظه، در لحظه بودنم اینجوری. یعنی معنی خدا رو اینجوری مثلا حس میکنم. به جز این دیگه نمیتونم، یعنی مغزم میگه نه. اینو مغزم بعد کرونا سایت همه چی برام اینجوری شده. دقیقا. پس در جواب این دوست ما، ببین اول تو باید برات واقعا مشخص بشه خدا کیه و چیه. و اینو من بارها گفتم، یک چیزی به اسم خدا که ما جدا از خودمون و همیشه هم اون طبقه بالا بالا میبینیم نیستش. خدا در همه چیز هست، خدا در زندگی، خدا در اون مگس، خدا در اون پش هست. و اینکه خدا نه چیزی به ما میده نه چیزی از ما میگیره. اگر یک عالم آدم که مذهبشون جویش بود، کلیمی بودن، یهودی بودن، در هولوکاست کشته شدن از زیر دست هیتلر، یعنی این که تمام اون روح‌ها هم انتخاب کرده بودن قبل از این که میان با چه مذهبی
در چه کشوری، با چه سناریو، اینا تمام انتخاب‌های قبلی روحیه. پس خدا اونجا نمیشینه بگه که تو شما دارین دعا میکنین پس من مشکل شما رو برطرف. آخه تصور شما ها از خدا چیه؟ خب پس بنابراین خود من اینو بارها گفتم، خدا و جهان هستی نه چیزی میده نه چیزی میگیره، خدا و جهان هستی با ما خلق میکنن. یعنی این آزادی رو ما داریم که چه کار بکنیم چه کار نکنیم، خدا و جهان هستی با ما تجربه ها رو انجام میدن. و همون اتفاقی که افتاد که الان تو داری روی اون قضاوت میکنی باعث شد که تمام یهودی ها چقدر با هم دیگه متحد شدن، دستشون یکی شد و گفتن هیچ وقت دیگه، و الان دارن دنیا رو میچرخونن. پس شما نشین تو قضاوت این که اون موقع پس خدا کجا بود و بچه هایی که الو بل میشن پس خدا کجاست. تمام اینا انتخاب های شخصی. خب بیام سر تو دختر خوب، تو الان داستان چیه؟ داستانم عاشق سدی جنم، چیکار کنم؟ قربونت بشم. ببین عزیز دلم، میخوام داستانای زندگیم اینقدر دیگه تکرار نشه، مخصوصا قسمتی که این مثلا قسمتی که خودم راحت ببخشم همه چی تموم بشه برام. اوکی کدوم بخشته که میخواد ببخشه، کدوم بخشته که بخشیده نشده؟ فکر میکنم اون احساسی که نسبت به والدینم داشتم، احساس گناه بخشیده نشده. دختر خوبی نبودی، باید این کارو میکردی. آره. همه حالا اون از کدوم بخشیدن؟ ایگو. از کدوم ادامه نده؟ از کدوم بخشته؟ منیت، ایگو. از بخش ذهن و منیتت. درسته؟ ذهن و منیتت میگه تو دختر خوبی نبودی، بخشش انجام نشده. و حالا دوستانی که ما چطوری خودمون انتخاب میکنیم، همه این سوالها خانوادمونو برین روی یوتیوب، عرفان شماره 1 و عرفان شماره 2، هر کدوم عرفان 1 و 2 رو حداقل 50 بار گوش کنین و نوت بردارین، چون این حرف من خیلی تکرار شده و معلومه که شماها تازه واردین. خب پس الان تو متوجه هستی که ذهن و منیت تو هنوز به یک داستانی از گذشته چسبیده و اون داستان رو هنوز داره تکرار میکنه، به همون اندازه واقعیه و به همون اندازه داره روی سطح انرژی تو اثر میکنه. پس قضیه اول اینه که تو آگاهی که داره از اون دستگاه میاد، چرا خود تو از اون دستگاه هنوز جدا نکردی؟ نمیدونم، میگم ونسا استا بس دیگه، امروز این کار رو انجام میدم با یه پیاده روی، با وز شدن به طبیعت، با رفتن به طبیعت، دوباره روزم نو، روزی از نو ازم خیلی انرژی میگیره، یعنی مثل حالت انگار که مغزم رو فرسایش میده، یعنی باید تا آخر عمر این کار رو کنم. دوست دارم فراموشی، دوست دارم یه فراموشی کامل داشته باشم. کی داره کدوم بخشت داره میگه فراموش نشده و کدوم بخشت میگه میخوام کامل بشه؟ کدوم بخشت فراموشی کامل؟ ایگو. ایگو منیت. اگر تو همینجا همین لحظه به خودت بگی دان من همه چی رو این لحظه بخشیدم و بیای در اون انرژی، چی میشه؟ از قلبم میاد، از قلبم میاد، میتونم خودم رو ببخشم. ولی تو کاری نکردی که بخوای خودتو ببخشی، کردی؟ خودم رو که خیلی دوست دارم سودی جون، برای خودم گل خریدم. همین گل نخور، همین داره نشون. اگه من خودم رو نمیبخشم یعنی خودم رو دوست ندارم، گل نخور. ولی تو الان انقدر آگاه هستی که متوجه بشی تو کاری نکردی که بخوای، اشتباهی نبوده که بخوای خودتو ببخشی؟ فکر میکنم بازم ایگو هست، 100% نیست. همه چیز فقط جواب سوال منو بده، آیا تو کار اشتباهی کردی که بخوای ببخشی؟
متاسفانه فکر میکنم آره، اگه بخوام صادق باشم فکر دوباره میکنم بگو. کار اشتباهی کردم. چرا؟ کدوم کار اشتباه بوده؟ همین که خانواده رو از خودم بیخبر گذاشتم، یعنی احساس کنم غرور بیش از حد، منیت آره، بیش. منم 17 سالگیم خانواده رو ول کردم، ترک کردم، اومدم بیرون، ولی حس بدی هم نسبت بهش ندارم. کی گفته ما باید به خانواده بچسبیم؟ کی گفته زمانی که من جدا میشم و روی چسبندگیم کار میکنم که چسبم رو از روی خانواده وردارم، کی گفته که این خوب نیست و اشتباهه؟ تازه من باید یه عمری هم حس گناه نسبت بهش بکنم. درسته. پس تو رفت، تو خودت انتخابی انتخاب کردی که سر این درس باشی. مثل من روزی که شبی که داشتم می اومدم، هی به خانوادم گفتم قشنگ منو بغل کنین و شما دیگه منو نمی بینین. اینا هم می خندن، فهم کردن شوخی میکنن. من در کلاس چسبندگیم داشتم کار میکردم که تمام چسبام رو بکنم. پس من یه کلاس انتخاب کردم و اون کلاس انتخاب من بود و در اون کلاس هم موفق شدم. حالا این باید حس بد به من بده یا حس خوب؟ عالی، حس عالی. تو باید چیزی رو ببخشی؟ اوکی. پس وقتی که تو دیدت رو یا معنی از اون اتفاق رو که ذهن و منیتت بهت میده عوض میکنی، حست عوض میشه. دقیقا وقتی که تو فرکانس عشق و آگاهی و فرکانس خوب هستم، اصلا این چیزا نیست. تا یه کوچولو انرژی منفی میگیرم سریع همه اینا برمیگرده و خیلی شدید انرژی منفی ها رو جذب میکنم، با یه حرف، با یه نگاه مریض میشم، تب میکنم، میگرن میگیرم. ولی وقتی تو انرژی بالا هستم، مثلا با یه موزیک، با یه آهنگ، با یه قهوه، خودم رو شاد نگه میدارم، همه اینا برام حل شده است. ولی همینو من به شما عرض کردم، گفتم که خیلی ازم انرژی میگیره، میفهمم، حرفا رو گوش میدم، یک دفعه که یادم میره بازی انرژی زیادی میخواد که برگردم به همون حالت بخشش کامل. اوکی. پس اولین قسمت، اگر که ما متوجه بشیم که ما هیچ کار اشتباهی نکردیم، در هر زمان و ثانیه‌ای ما بهترین چیزی که فکر کردیم انجام دادیم، دیگه جای بخشش نیست، که بخششی لازم نیست. که درسته. الان درست شد همه چیز؟ تو وبینار الان من هستی؟ نه، نیومدم هنوز. چرا نیومدی؟ ایمیل زدم ولی جواب نیومدم. حالا باز دوباره ایمیل میفرستم. ایمیل به کی زدی؟ یه دونه از ادمینا، الان نمیدونم اسمشو با در بیارم. بعد ایمیل برش زدم، گفتم هزینه ها چقدر میشه، به هم گفت به دلار. گفتم من آلمان هستم، دیگه جوابشو نگرفتم که مثلا باز دوباره چجوری باید اینو واریز کنم و ادامه بدم که بیام. تو خانواده روحی هستی؟ خانواده این روحی هم نتونستم پیدا کنم. تلگرام نتونستی؟ نه. اوکی. پس الان از پیجا رو، همه پیجا رو لایک میکنم و تو چیز دارم، یعنی فالو دارم همه رو، فقط اینستاگرام و کامل، ولی بقیه جا اطلاعات کامل نیست. سودی جون یه تیم قوی تر هستی هم دیگه. من هم به فرزانه جانم گفتم ولی کلن جواب ندادن، مگه ممکنه؟ یوتیوب هم سابسکرایب کردم، لایک کردم کامل. اوکی. الان بچه هایی که میگین جواب نگرفتین، الان همینجا مسج بدین و سپیده روی کانال هست، تمام اطلاعات، هم خانواده روحی رو و فرزانه. من عجیب میدونم که جواب کسی رو که میخواد بیاد نداده، ولی اینم پشت کار تو رو هم نشون میده ها، یعنی من اگه واقعا میخوام یه جایی باشم خواهم بودا. صد درصد.
میگم همین okay. تا انرژیم افت میکنه همه چیام استاپ میشه، بعد همیشه بالا باشم که این فرسایش روح میاره. مثلا میگم سالهای سال انگار من تنها هم سودی جون، یه مادری که داره بچه هاشو نگهداری میکنه سالهای خیلی یازده. آره ببین، دلیلی که میخوام بیای تو وبینار به خاطر اینه که هنوز تو انرژیت به من چسبیده و داری از من استفاده میکنی. خب دلیل. من میخوام هممون به یه مرحله ای برسیم که انقدر انرژی اوج بالا و دراپ نداره. برای همین بیا توی وبینار، پیشنهاد میکنم بیای اونجا که یه 4 ماهی با هم هست. سرش مشکلات روحیمو میتونید الان انرژیم بخونید؟ مشکل خاصی به نظرتون میرسه؟ کی داره این سوالو؟ ایگو خیلی پرروه. اینو نپرسیدی یا؟ برو بیرون تو یه شب بشم صورت مادتون رو میبوسم. مرسی عشقم، مرسی که هستی با من. قربانه تو، خدا بچه ها یکی رو پین کردم، میگه من اگر از انتخاب روحیم رضایت نداشته باشم باید چجوری تغییرش بدم. ببین اول اینه که فرم سوال رو درست کنی. تو در انتخاب روحیت نیستی که دوستش نداری، تو در واقع چیزی که داری میگی این استش که تو در بود ذهن و منیت هستی و اون جوری که ذهن و منیت تو فلجیت میبره و نمیذاره به آرزوها و رویاهات برسی و با تمام بهانه هاش و با همه این برنامه ها، تو از اون برنامه اصلی روحیت خارج هستی. روح ما که کام خودش انتخاب کرده، میدونه کجا میخواد بره، آگاهه، نه سوالی داره نه گیری داره. پس تو هم در ذهن و منیت درگیر هستی. برای همین بچه ها واقعا بیاین توی وبینار، چون توی این کارگاه میتونین همتون سوال و جواباتون رو بپرسین، میرین در یک بود آگاهی برتر که اینجا انقدر زجر نمیکشی. سلام دختر خوب. سلام سودی جان، من بالاخره تونستم جوین بشم، یعنی شکر خود با عجب. سودی جان من یه سوال دارم. من خیلی، یعنی میخوام خودم اول بگم، خیلی آدمی هستم که پشت کارم عالیه. خب یعنی یه چیزی که میخوام هر چه قدم برام عذاب آور باشه حتما انجامش میدم و توشم حس میکنم موفقم. فقط یه مسئله که الان توی زندگی مدام برام پیش میاد این هستش که من هر جایی که میرم کار کنم خیلی جای خوب رفتم، اما یه قراردادم درست نمیشه، یا پولمو به هم نمیدن، یا مجبور میشم از اونجا میام بیرون. در صورتی که اصلا تمام مدیرامون، تمام بچه‌هایی که اونجا کارمون، همه منو دوست، اصلا نمیدونم چجوری میشه که نمیشه. دختر گرفتم، تو از کجا هستی؟ کدوم شهر و کشور؟ من تهرانم، ایران. اوکی بعد به من بگو ببینم که کی از صبح تا شب داره اون روز رو زندگی میکنه، کدوم بخشه این همه باور که نمیشه و هی ثابتم میکنم به خودم که اونم نمیشه، این کدوم بخشه؟ منیته میگه نمیشه دیگه، 100% منیته. ولی خب آخه خیلی جالبه جان، از صبح که بیدار میشی کیفیت افکارت رو به من بگو، تمرین فکر قد سکوت رو به من بگو چقدر انجام میشه، و حضور در لحظه رو بگو چقدر انجام میشه. الان بعد کرونا که در حال التیامم به لطف شما، خب میتونم بگم که مدام دارم با منیتم یه جوری، یعنی دارم قطعش میکنم،
مدام هی میگم برم توی سکوتم، خیلی افکار خوب و مثلا، یعنی واقعا الان که من بیکار هستم یا یه سری چیزا شاید درست نیست و واقعا منو داره آزار میده، مثلا یه مسئلهش مادرمه که منو خیلی اذیت کرده توی زندگی، مالا کار ندارم از اون بحث نمیخوام اونو توضیح بدم الان، واقعا دارم با خودم کار میکنم، خیلی الان لذت خیلی خوبی میبرم از این زندگی. خب درسته اون گذشته ها، حالا گذشته وجود داره نداره کار ندارم، ولی خب درسته معنیتم خیلی قوی بود اون زمان، ولی الان یه موقعیت شغلی برای من به یه طریقی به وجود اومده، هی دیلی میندازه، هی دیلی میندازه، در صورتی که من واقعا اون رو پذیرفتم هر اتفاقی که بیفته، حالا چه درست بشه چه درست نشه. فقط میخوام بدونم که این دیلی ها توی کار من داستانش چیه؟ یعنی یه طوری شده بود که میگفتم خب من الان نشستم تو خونه ولی درآمد دارم، هیچ کاری نمی کنم به لطف پدرم، خب ولی اون موقع که میرفتم سر کار با اون که پدرمم بود انگار کمتر پول داشتم، انگار که یه چیه انرژی به من میگه که من خودم اجتماعی هستم ولی یه انرژی انگار منو نگه میداره، تو برو توی درون خودت، تو برو با خودت کار کن. این فکر رو خیلی تو یعنی انقدر لذت میبرم از این که میشینم، از بچگی هم اینطوری بودم، وقتی خودم تنها میشم میشینم خیلی لذت، اصلا انگار یه جوری به یه چیز خیلی شیرین وصل میشم، آروم میشم، حالم خوبه با تمام مسائلی که هست، با تمام چیزهایی که مثلا از دور و بر اذیتم میکنه. ولی این مسئله کاری رو نمیدونم داستانش چرا اینجوری میشه، الان چرا بازم خودت دیده میفته؟ جواب خودتو میدی ولی چون خودتو نمیشنوی جوابتو نمیگیری. یک بار تکرار کن من چی گفتم. داری جواب خودتو میدی ولی تو خودتو نمیشنوی، یه خورده گیجه گیجم انگار. اینو دقیقا درست داریم میگین، دقیقا درسته. حالا نمیدونم باید صبر حالا کنم آروم شو، آروم شو، اول حضور پیدا کن تو صدات، خیلی استرابه، اول حضور پیدا کن. هیجان دارم من دارم با تو حرف میزنم، مگه میشه هیجانی نشم آخه؟ حالا به توجه تو بودم الان با وجود همه اینا، حالا حواست باشه روی هیجانت، الان میخوام حضور پیدا کنی و اول خودتو آروم کنی، چون که گفتم بهت، گفتم تو خودت داری جواب خودت رو میدی، منتها چون خودت رو نمیشنوی نمیتونی جواب رو پیدا کنی. تو داری میگی که اون موقعی که میری بیرون، اونم با حقوق ایران و چیز که شما الان میگیرین که یه چندر قاضی میگیرین، اونم الان نمیتونی داشته باشی، ولی یه در یه جایی هستی که حالا پدره داره خرج میده و نیاز این که الان تو سر کار باشی رو نداری. جهان هستی داره به تو میگه که، یعنی روحت داره هی بهت میگه ببین خودتو آهسته کن، برو به درون. بعد تو اینو میشنوی، بعد میبینی که موقعی که به اون گوش میکنی حالت خوبه، همه چی اوکیه، ولی بعد دو مرتبه صدای منیت و ذهنتو گوش میکنی، ذهن و منیت میگه ای بابا آخه مگه میشه؟ تو الان باید بدوی، باید انجام بدی، باید در حرکت باشی، باید یه کاری بکنی. بعد ذهن و منیت بیقراریه رو در میره. دو تا اینا دو تا برنامه هن که دارن بر ضد همدیگه دارن کار میکنن. روحت میگه ساکت باش، به درون برو، حس و حالت خوب باشه. منیت و ذهن بازیشون بالا پایین پریدن، مشغولیت بودن، همه این داستان ها. ذهن و منیت میگه مگه میشه نشست؟ باید حرکت کرد، باید عملی انجام، قبل از اینکه آگاه بشی باید بدوی. برنامه اینه. آخه سینجام یه مرحله ای که هست این هستش که من دوست ندارم از پر. یعنی من بچه که بودم 9 ساله بودم، 10 ساله بودم، میگفتم بابا من میخوام برم سر کار. نمیشنوی اونو متوجه. الان بیرون داره به تو نشون میده که هر چقدر که سعی کنی و بخوای روی پای خودت باشی، هر چیزی زمان خودش رو داره. الان روح برتر داره به تو میگه بشین ساکت باش، برو به درون.
من میتونم یه سوال ازتون بپرسم به خاطر اینکه خیلی آگاهی. من الان انرژیم انرژی اوکی هست؟ چون من خودم الان خیلی اوکی ام، میخوام ببینم از نظر شما، حالا شاید شما یکم بگین که این از منیت از کجا هست. فرقی میکنه نظر من. جان نظر من چه فرقی میکنه؟ خب برای اینکه من شما رو خیلی قبول دارم، یعنی من میخوام اینو بگم، من که بعد کرونا بیکار شدم انقدر به هم فشار اومدم، گفته بودم دیگه بسته، میخوام خوب بشم، میخوام از فکر گذشته و اینکه چرا نمیشه، چرا این اتفاق میفته بیام بیرون. شروع کردم کتاب خریدم، ویدیوهای شما رو گوش دادم. من قدیما بهتون پیام داده دختر بودم خوب، ولی حسالم خوب دختر نه. خوب، خیلی داری حرف میزنی. آره خیلی داری کم حرفم و نمیدونم چرا دارم انقدر حرف میزنم. گفتی من میتونم یه سوال بپرسم، گفتم اوکی، ولی جواب تو نخواستی چون منیتت راضی نشد. من گفتم چه فرقی میکنه که من انرژی تو رو چجوری بخونم؟ تو برگشتی گفتی آخه من شما رو خیلی قبول دارم. در واقع حرفی که داری میزنی اینه که منیتم دنبال تاییده. من میدونم حالم خوبه ها، ولی خودم رو قبول ندارم، از بیرون یکی باید به من تایید بده. حالا تو بیا منو تاییدم کن که انرژیم چجوری. بازم بازی ذهن و منیت. تو به بنار الان من که میای، وقتی که بچه های همچین کارهایی میکنن میگم جواب تو نمیدم، بعد میگن چرا، میگم برای اینکه من قصدم اینه که منیت شما رو بکوبم بریزم، قصدم این نیست که منیت شما رو تقضیهش کنم. الان داستان تو هم همین که اگه من انقدر این منیت جواب تو بدم منیت راضی میشه، ولی چون نمیخوام منیت تو تقضیه بکنم میگم اصلا نظر من یا نظر اون بالایی یا نظر پیغمبره اصلا فرقی نباید بکنه. من خودم رو چجوری میبینم، حسم نسبت به خودم چیه، من باید بتونم خودم رو تراست کنم، باور داشته باشم به خودم. درسته. میخواستم بدم مسیرم درسته، بازم همینه دیگه، انقدر منیت بازی داره از ببین یه سوراخ بالاخره خودش نشون میده. در وبینار دنیای درونم که 5 ماه بود، 5 ماه بود، در اونجا گفتم که همه سوال ها از ذهن و منیت میاد. این بازی دستگاه ذهن و منیت. روح تو سوال داره؟ روح نه اصلا، یعنی تمام سوالایی که دارم و یعنی اگر از سمت روح هم نگاه کنم به همهشون میرسم. خیلی حس خوبیه واقعا، این منیت و اینا رو واقعا درک میکنم. هر وقت حس حالم بد میشه سریع قطعش میکنم، سکوت میکنم، حرفای خوب مثبت، خیلی چیزا میگم. من حتی مثلا یه زمانی بود که به خاطر مادرم خیلی اذیت شدم، یعنی یه زمانی بود که فکر میکردم بدترین موجود روی کره خاکی مادر من میتونه باشه، ولی الان پذیرفتمش با تمام کارهایی که با من کرده و اینکه درسمو ازش یاد گرفتم و فهمیدم که اگر همچین مادری یه دقیقه صبر کن جمله تو ببین میتونی تصحیح کنی با همه کارهایی که با من کرده. عرفان 1 و 2 من رو از روی یوتیوب رایگان چند بار گوش کردی؟ اینو فکر میکنم من گوش دادم، ولی میدونم که بیشتر از 2-3 بار بوده. بعد اون وقت اگه عرفان 1 و 2 رو گوش کردی الان میتونی بگی من تو عرفان 1 چی گفتم؟ دقیقا نمیتونم بگم دقیقا چی بوده، ولی فکر میکنم این پذیرش و وصل شدن به جهان هستی بود و داستان اینکه این کل این دنیا کلاس درسه. داستان نساز از خودت. ببین گفتی من نمیدونم کلی کتاب خوندم دنیا رو، فایدهش چیه؟
وقتی که مطالب رو به خاطر نمیاری؟ آره این خیلی مشکله برای من. من نمیدونم چرا اینقدر همش تو یعنی اون کوتاه مدتم میمونه، عمیق نمیشه برام، انگار میدونی که چرا؟ ذهنم پراکنده میشه. دیروز لایو منو نگاه کردی بالیدا؟ نه متاسفانه نتونستم. کجا بودی تو که الان کار اتمام نداری تو خونه ای؟ والا من و خواهرم بیرون بودیم یه روز، یعنی در هفته چیت میل داریم، خواستیم به هم دیگه حال بدیم، دیگه رفتیم بیرون، بعدم هم لاد داشتیم. بعدش هم نمیتونستی بعدن نگاه کنی؟ اتفاق منتظر آی جی تی وی بودم من ببین که انقدر بیاد بر... ببینم، ببین نبود. انقدر برای من جنگل بازی جنگل بازی در نیار. منتظر IGTV بودم یعنی چی؟ به محضی که لایف تموم میشه همون ثانیه روی IGTV سیف میشه. یعنی چی؟ من ندیدم راستیتش، چقدر شاید اون یکی از این کانال، ببین نمیدونم، شاید اون کانال حرف نزن، با خودت شفاف باش. تو شفاف نیستی. تمام تدریس و درس منم شفافیت و حقیقته. تو در عدم. الان چرا فکر میکنم، چرا دارم فکر میکنم من که به تو درست دارم فکر برو بیرون، میکنم؟ برو بیرون. من به تو گفتم حرف نزن. تو وبینار من هستی؟ نه چرا؟ نه نیست، چرا نیستی؟ من دوست ندارم پیش خانوادم مثلا بشین، چون من یادمه که خیلی مسخره میکردن خانوادم، اذیتم میکردن از گذشته و بچه که بودم. گفتم اگر بخوام توی Stop. وبینار باشم خیلی میخوام حرف Stop. بشنم. گفتم به تو شفاف نیستی. اگر تو میخواستی توی وبینار بودی بعد از این همه صحبت های من و این همه تدریس ها، تو به خاطر خانوادت، نظر خانواده برای تو مهم بود که رو تو چی فکر میکردن که تو وبینار نیومدی؟ این الان حقیقت توه؟ دقیقا یک آره، یکی از دلایلش میتونه این باشه. آره ببین چون الان دوست بچه نداشتم های اینجا بدونم. میخوام بزنن تو سر تو. چرا آخه من احساس میکنم دارم درست میگم، حتی خواهرم هم که اینجاست همش میشینه با هم حرف میزنه، شما که میگین شفاف نیستین، دقیقا همینجوری موندیم، چون من همون چیزی که واقعا هست رو دارم بچه میگم. هایی که اینجا هستن میشه بنویسین توی کامنت ها که شما این دختر ما رو شفاف میبینین یا غیر شفاف؟ بنویسین شفاف یا غیر شفاف. الان ببین نظر اینا، این فالوئرا که از بیرون دارن تو رو گوش میکنن چیه؟ فکر میکنن تو شفافی یا شفاف نیست؟ ببین دختر خوب، ببین دختر خوب، آره ببین. چرا آخه به من میشه بگی چرا آره. اینجوری من یعنی فکر تو، میکنم یعنی پس؟ کسی که انقدر به قول خودش خونده و رفته دنبال اطلاعات و منو دنبال کرده، تو تا الان نمیدونی که نظر خانوادت نباید برای تو مهم باشه اگر تو میخوای کاری بکنی؟ چرا؟ میدونم آها پس میدونم که اصلا نباید برای من مهم باشه، میگم دیگه این همون بازی منیته کش. گاهی اوقات آدم میگم از یه جایی بالاخره درز میده، هی اونو من دارم التیام میده، هی دارم اونو قطع میکنم، هی دارم، یعنی این که الان دارم میگم کامل نشده، من الان توی اون مسیر هستم. یعنی با توجه به اون چیزایی که از شما دیدم، توی لایوتون بودم، اون چیزایی که خوندم، یعنی دارم خودم رو تو این مدت التیام میدم. این بحث آی جی تی وی هم که فکر میکنم اون کانالی که توش لایو داشتین رو من اشتباهی چک میکردم. من نمیدونم یا فیتنس رو مدام دیدم یا اون یکی رو که ببینم کدومش اومده، من شاید اشتباها چک کردم. آها اوکی خب الان میخوای که آگاه بشی؟ 100%. وبینار منو ثبت نام میکنی؟
اول میخواستم با اتون جلسه خصوصی داشته نه باشم، نه بعد لازم وبینار رو ببینم. لازم وبینار رو آره آره حتما، بعد حالا اصلا همین الان پیام بود. اون وقت تو نظر خانوادت مهمه برای اینکه تو بخوای بیای توی وبینار. میگم نظر خانواده مهم نیست، ولی خب گاهی اوقات حرفهای خیلی سوزناک میشنوم دیگه، این منو گاهی اوقات اذیتم میکنه واقعا، پس میای چون من سن توی من اون پایین نیست. وبینار، میای توی اون وبینار که یکی این که نظم و ترتیب رو یاد میگیری، بعد متوجه میشی ما با من با بچه هایی که از شفاف نیستن چجوری کار میکنم، که اونجا جای بازی اصلا نیست. اگر خواستی منیتت بریزه بیا تو اون وبینار، اگه میخوای پشت منیت قایم بشی و همه تقصیرها رو بریزی سر اون، نیاد تو ببین، چون اونجا به منیت داغون میشی. درست، برو کاملا دکتر. درست میگین، اصلا مهم نیست معنیت دیگه. مرسی سودی جون، خیلی لطف کرد، خیلی چیزها رو الان به توجه هم آوردی، واقعا ازت ممنونم، حتی اگر چیزی گفتی که معنیتم بهش برخورده، حتما حتما درست بوده. لایو قربونت عزیزم، وقتت نمیگیرم جان. خدافظ عزیزم، لایو دیروزم توی اون یکی کانال سودا به برنت. چشم، مرسی، خدافظ. خدافظ عزیزم. خب بچه ها یه نفر دیگه سریع میتونه بیاد بالا. قیمت وبینار چنده من نمیدونم عزیزم، و از بچه ها توی دایرکت بپرسیم. بذارین ببینیم این دوست ما کی هست. علت عرفانی آرتروز شدید زانو چیه؟ اینا داره دونه دونه میاد عزیزم، ولی زانو در واقع ترس. و سلام سودی جون. سلام عزیزم، تو از کجا هستی؟ من از مراغه نزدیکی های تبریز. خب بگو راجب چی میخوای صحبت کنی؟ سودی جون من اصلا نمیتونم مسیر زندگیمو پیدا کنم، بفهمم که توی چه رشته ای، تو چه زمینه ای باید درس بخونم، فعالیت داشته باشم. بعد من خیلی دوست دارم که طراحی لباس بخونم، برم دنبال علاقم، ولی نمیتونم به خودم اطمینان کنم که یه سال پشت کنکور بمونم، تلاش کنم. از طرفی هم چون خب به من حال بگو دلم ببینم که الان از اون دو بخش انسانی رو به من بگو که دیگه همه داریم حفظ میشیم. ذهن و منیت که سمت راستمونه و روح و قلبمون که سمت چپمونه. بعد تو الان متوجه هستی که چقدر داری از این وری میای، چقدر داری از اون وری، این داستانا و حرفا رو کی داره میزنه؟ میدونم که منیت میزنه، ولی نمیتونم از اون بیرون بیام به سمت روح و ذهن. تو خانواده روحی هستی؟ بله هستم، ولی یه مدت خیلی کم کار شدم چون خیلی درگیر همین منیت رشتم شدی، و منیت کنکور و عضو شدی. اینجور چیز. بله. آها خب الان برای چی اومدی اینجا؟ داری سوال میپرسی وقتی که خودت جوابش رو میدونی، وقتی که میدونی در خانواده روحی تمرینه و هر کی تمرین ها رو انجام میده به آگاهی میرسه حالش خوبه، و هر کی تمرین ها رو انجام نمیده حالش بده، گیج و گمه. تو جواب تو میدونی دیگه، درسته؟ بله. تمرین من فرد بیشتر سکوت جواب رو از صبح چقدر انجام میدی؟ حضور در لحظه از صبح چقدر انجام میشه؟ میگم من الان یه مدته که مثلا من الان تقریبا دو ماه بعد کنکور دارم و خیلی واسه مهمه که چون این کنکوره یه جورایی مسیر تحصیل و کار منو داره مشخص میکنه، نه. باید یه تصمیم نه نه نهایی نه 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 بگیرم. اشتباه کن، اشتباه کن. میتونی قشنگ منو بشنوی؟ بله. چون باید حرف منو تکرار کنی. بله. کنکور نقش زندگی تو رو تعیین نمیکنه. اینی که تو از ذهن و منیتت میای یا از قلب و روحت میای، اون زندگی تو رو رقم میزنه. یه بار تکرار کن.
کنکور زندگی منو تعیین نمیکنه، اینکه من از قلب و منیتم، از منیت و ذهنم میام یا قلب و روحم میاد، اینه که زندگی منو تعیین میکنه. شنیدی چی گفتی؟ چی گفتی؟ اینکه روح و قلبم یا اینکه از کدوم سمت میام اونه که زندگی منو تعیین میکنه. یعنی اینکه ذهن و منیت تو میتونه 5 سال تو رو پشت کنکور نگهداره. بله. درسته؟ بله. ولی اگر از قلب و روحت میای، همه چی در جریان زندگیه. نه فشاری بعد داری، نه ترس و وحشتی داری. انرژی پشتشه. تو خودتو رها میکنی توی رودخونه و جریان آب تو رو میبره. پس چی الان مهمتره؟ آگاه شدن تو یا کنکور تو؟ آگاه شد. الان چه حسی داری؟ الان یکم آروم دارم، یعنی آرامش دارم الان. کی آرامش داره؟ این که به توجه هم اومد که باید از به توجه کی اومد؟ من اونی که شنید، اونی که میگه شنیدم، اونی که میگه به آگاهیم اومد، کدوم بخشته؟ منیت ذهن و منیتت. و من گول اونو نخوردم ولی تو خورد. یعنی چی؟ از نظرم خیلی بازی سختی، اصلا نمیتونم تشخیص بدم. بذار یه دقیقه صرف کنم. لیلا، لیلا که میگی لیلا underline AS که میگی اگه جواب نمیدین کامنت ها رو ببندین. الان فکر میکنی سوال تو چیه که خیلی مهمه جواب بگیره و اون بخش عجول تو که این صحبت عمیق رو نمیگیره و نمیشنوه جواب سوالش رو گرفتن به چه دردش میخوره؟ لیلا بیدار شو. این صحبته که عمیقه و مهمه. الان تو مثلا یه سوال داری راجبه این که نمیدونم سردرد من راجبه چیه یا چشمم میپره. سوال تو چی بود لیلا الان که انقدر منیتت بیقراره و این صحبت رو داری از دست میدی چون جوابت رو میخوای و حالت بده چون دست منیتی بیقراری حالت بده چون جواب من نمیاد؟ هیچ جوابی برای کسی که انقدر درگیر ذهن و منیته فایده ای نداره. چی رو داری میپرسی؟ مهمه میپرسی، واسه خودت نیست، تو خودت اینجا حضور نداری، چی میخوای به کس دیگه بدی؟ سوالت چی بوده الان لیلا؟ تویی که حضور نداری اینجا چه اطلاعاتی رو میخوای بری به یکی دیگه بدی؟ چی بود سوالت که انقدر مهم بود؟ و چرا اینجا حضور نداری؟ خب بگردم سر تو دختر خوب. ببین عزیز من، همیشه در بیرون کنکور، درس، این اون هست. خب همیشه تمام این چیزها هست، ولی قسمت اولی که مهمه اینه که تو در از چه سطح آگاهی رو میای. چون اون زمانی که تو بتونی روی ذهن و منیت کار بکنی و از بخش قلب و روحت بیای، اون زمان تو خودت خالقی و نتیجه رو میسازی که کنکور قبول میشی و طراح لباس میشی و داری طراحی لباس میکنی. اینو متوجه میشی؟ لا. اوکی. پس مسئله همین عزیز، تا
تو الان درگیر ذهن و منیتی، از صبح تا شب حالت بده، دلشوره کنکور رو داری، دو صفحه میخونی حواست پرته میره، این بر میره اون بر میره اون بر، نمیدونی چی کام خواهی بکنی، گیج و گمی، ذهن دائما درگیره، بعد فکر میکنی که خیلی الان مهمه که فرزند کنکور رو قبول بشه. ولی فقط کنکور نیست، چون بعد کنکور یه چیز دیگه است، بعد رابطه است، بعد ازدواجه، بعد رابطه تو با بچته، با خانوادته. بله درسته. من یعنی همین نگرانی هم که از منیتم میاد این بود که من برای اینکه برم توی مسیری که دلم میخواد و دوست دارم باید یه سال دیگه بمونم، یه سال پشت بمونم تا برم کنکوری که دوست دارم و شرکت بکنم، چون رشتم باید تغییر بدم. یه بار دیگه یه بار این چیز که گفتی بگو. چون از منیت داریم میگیم تکرار کنه؟ نه یه بار دیگه تکرار کن که دوباره بشنوی. من میگم نگرانیم واسه اینه که من دوست دارم توی مسیری که میخوام باشم، توی مسیری که علاقه دارم، استعداد دارم. که چیه؟ که چیه؟ طراحی لباس هنر. خب بعد ادامه بده. ولی برای این که بخوام بهش برسم باید یک سال من پشت کنکور بمونم، چون امسال ثبت نام نکردم، رشتم تجربیه، یه چیز دیگه است کلا، میخوام رشتم رو تغییر بدم. ولی نمیتونم به خودم اطمینان کنم که زهره تو یه سال دیگه میتونی درس بخونی، میتونی این مسیر رو بری، چون این معلم ها استادام و اینا به میان که خیلی سخته، نمیتونی با این حالت، اراده خیلی قوی میخواد، کار هر کسی نیستش و اینا، شک تو دلم انداخته. آها وقت چرا من اجازه میدم که دیگران شک تو دلم بندازن؟ چون اصلا نمیتونم به خودم اطمینان داشته باشم، خودم رو دوست داشته باشم. یه بار دیگه تکرار کن. نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم، بفهمم که نظر خودم کافیه. آها پس داستان تو چیه؟ کنکور نی چیه؟ کافی نبودن، عشق به خود نداشتن، ارزشمند بودن، لیاقت نداشتن. پس اینا کلاسای اصلی عزیز، درسته؟ بله. پس تو باید دنبال اون چیزی بری که عشقشو داری، نرین الکی درسی بخونین که دوست ندارین. فایدهش چیه؟ چرا زمانو از دست میدین چیزی میخونین که دوستش ندارین؟ یعنی تا الان خانواده‌ام اجازه نمیدادن و من به زور تونستم که اونا رو قانع بکنم که اجازه بدم من برم دنبال چیزی که میخوام. یعنی قانع نشدم، ولی من دیگه نادیده گرفتم و میگم که زهره دیگه اگه بخوای این تصمیم رو نگیری پس کی میخوای این تصمیم رو بگیری؟ آها پس در واقع تو هنوز از بخش ذهن و منیت اومدی و هنوز باید پدر مادره بگن چی کار کنی، هنوز نمیدونم اونا رو متقاعد بکنی، وقت و زمان. نه میگم که اونا متقاعد نشدن، ولی دیگه خودم به این نتیجه رسیدم که دیگه مهم نیستش که حالا راضی بشن راضی نشن، من باید برم سراغ چیزی که میخوام. ولی آفرین، اون چیز که دوست داری، اون چیز که عشقت میکشه. پس ولی سودی جون، بله این نکته ای هم اگه بشه بگم، اینکه من از بچگی هی از این شاخه به اون شاخه، الان اینو میخوام بعد اون یکی رو میخوام، مثلا یه زمان من عاشق نقاشی بودم، کلاس نقاشی میرفتم و اینا. ببین دختر خوب، اینو جواب اولین کسی که سوال پرسید دادم. تو از اول لایف بودی؟ نه نبودم. اوکی. پس دو مرد داشتم برای اومدم دیدم لایف. اوکی. پس موقعی که ما الان بعد اینو ببندم، چون روی یکی کانالم باید لایف برم، بنابراین این الان فوری روی آی جی تی وی سیف میشه. دو مرتبه این لایف رو از اول گوش کن، چون کسی که این سوال رو پرسید من جواب شد دادم. مرسی عشقم، راه تو درست برو جانم. خدا بچه ها، من سوال سانی دات اندی وای رو پین کردم که نوشته من امروز با پیجتون آشنا شدم و به خاطر دردهایی که در بدنم دارم هر گونه آزمایشی میدم جواب نمیده.
اوکی عشقم، چون تازه با من چیز شدی، آشنا شدی، من روی یوتیوب 1000 تا برنامه دارم. لایو دیروزم رو روی سودابه برنت گوش کن، روی یوتیوب عرفان شماره 1، عرفان 2، چندین بار که کاملا برای جا بیفته. من همیشه میگم ما 4 لایه داریم: بدن عرفانی، بدن ذهنی، بدن احساسی و بعد بدن فیزیکی. هیچ چیزی در فیزیک به وجود نمیاد، چون وقتی که میری دکتر کلی هم آزمایش میدی میگن هیچی نیست، چون در فیزیکت نیست، در ذهن بیمارته. بیماری در ذهن به وجود میاد. اوکی؟ پس ذهن تو بیماره، باید روی افکار کار بشه. تمام کار و تمرین ما، تمرین فکرت، سکوت، شناخت ذهن و منیت، ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه، همه و همه ایناست. خب پس بنابراین تو کاری که میکنی اول متوجه بشو که تو فیزیکت هیچ چیز رو تو نمیتونی عوض کنی. باید اول از اون بالا رابطت با جهان هستی، ذهن، افکار، تمرین فکر، سکوت، حضور در لحظه، احساسات، روی بدن احساسی، تازه اینا همه رو هم دیگه که بریزه میاد اون پایین که تازه فیزیکت میشه یه کاری روش انجام شد. و همونطوری که میبینی روی دردهای عرفانی الان داریم میگیم که تمام مریضی ها و بیماری ها یک معنی عرفانی داره. پس وقتی من معنی عرفانیش رو میفهمم، یعنی درس اصلیم رو میفهمم. خب بچه های عزیزم، همتون رو میبوسم. و اینکه من فردا دو مرتبه اینجا قشنگ گوش کنیم، فردا اینجا یک لایو میرم در مورد گروه های خونی و طرز تغذیه‌تون. فردا دیگه اینجا به هیچ عنوان سوال خصوصی و سوال در مورد زندگی و گیر و اینا نداریم. فردا این کانال فیتنس کاملا تغذیه‌ایه و ورزشیه. بنابراین لطف کنین برنامه های این تیپی رو روی یوتیوب نگاه کنین، روی آی جی تی وی نگاه کنین، و کمتر از 1 ساعت دیگه من روی سودابه برنت جوین لایف برم که همتون رو اونجا میبینم. دوباره فردا اینجا راجب تغذیه و ورزش و گروه های خونی. همتون رو میبوسم. قربونتون. خدافظ.